پریسا، گزارش در مورد چی هستش؟ گزارش این هفته من راجع به مرکز تندرستی و حقوق بشر هست که یک مرکز غیر دولتی و غیر انتفاعی و غیر متمرکز است. در این مرکز پزشکان متخصص ایرانی به نیازهای درمانی جامعه ایرانی در آمریکا که فاقد بیمه درمانی هستن و کم درآمد هستن پاسخ میدن به طور رایگان. هدف این مرکز این هستش که بتونه گسترش بده کارشو و بتونه در ایالت‌های دیگه و حتی خارج از آمریکا به نیازهای درمانی مردم کم درآمد پاسخ بده. غیر متمرکز یعنی چی؟ یعنی که یک ساختمان متمرکز یا یک مرکز متمرکز وجود نداره. یعنی که پزشکان متخصص هر کدوم بیماران رو در مطب‌های خودشون ویزیت میکنن. چرا؟ به خاطر کاهش هزینه ها. چون اگر بخوان یک کلینیکی رو دایر بکنن از نظر وقتی خب براشون همینطور که میدونی خیلی سخت هستش و همینطور از نظر هزینه ها، پول آب، برق، بیمه. برای همین فکر کردن که بیان و بیماران رو در مطب‌های خودشون ویزیت بکنن به طور رایگان. این مرکز چند وقته که کار خودش رو شروع کرده و تصمیم دارن که اینو ادامه بدن و یا اینکه هدفشون چیه؟ این مرکز خیلی جوان هستش و حدود یک سالی که کار خودش رو شروع کرده و تا حالا هم موفق بوده. اما اتفاقا این سوالی بود که برای من پیش اومد و من از دکتر میلانی که پایه‌گذار این مرکز هست این سوالو پرسیدم که حتی با توجه به قانون بیمه همگانی پرزیدنت اوباما که قرار این طرح اجرا بشه، آیا واقعا بعد از اجرای این طرح نیازی هست به همچین مرکزهایی در صنعت بهداشت؟ ایشون پاسخ دادن که بله، ما میتونیم مثل مرکزهای دیگه، مثل مراکز ملی با این پروژه پرزیدنت اوباما همکاری داشته باشیم. اگه موافق باشین این گزارش رو با هم میبینیم. اینجا یک کلینیک پزشکی است، اما کلینیکی متفاوت. اینجا مرکز تندرستی و حقوق بشر است. مرکزی که به همت چند پزشک ایرانی تأسیس شده با هدف ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به جامعه ایرانی مهاجر در آمریکا و درمان اشخاصی که بیمه درمانی ندارند. مرکز تندرستی و حقوق بشر حدود یک سال است که تأسیس شده و امیدوار است که بتواند خدماتش را به سایر نقاط آمریکا و ملیت‌ها گسترش دهد. دکتر کاویان میلانی یکی از پایه‌گذاران این مرکز است. کاویان میلانی هستم و حدود 20 ساله که در آمریکا هستم. از حدود 6 سال پیش در این مطب مشغول کار شدم که خودم دایر کردم و مطب رو اندازی کردم به قصد اینکه بتونم یه مثلا پوششی بدم به مردم از لحاظ پزشکی خانوادگی و یه مدافع کلی و جمعی. کاری بود که من شخصا همیشه علاقه داشتم که انجام بدم و در طول سالها هم همیشه سعی کردم که با پزشکان دیگه صحبت بکنم و سعی کنیم که ما یه همچین پروژه‌ای رو پیش ببریم. ولی فرصت دست داد و پارسال در ماه جولای تونستم با دکتر کامیار علایی با هم یه مشورتی داشته باشیم و ایشون هم اظهار علاقه کردن و با توجه به سابقه و تجربه که داشتن تشویق کردن منم عرض کنم که مایل بودم که با هم همکاری کنیم و در نهایت ما به طور مشترک این مطب رو، این کلینیک رو دایر کردیم. این مرکز تندرستی حقوق بشر خدمات رایگان رو به جامعه ایرانی عرضه می‌کنه. خیلی از ایرانیان ساکن آمریکا فاقد بیمه درمانی هستند. ایرانیان مقیم آمریکا برای دریافت مراقبت‌های پزشکی با موانعی همچون زبان، درآمد، نداشتن بیمه درمانی و نبود درک مناسب از ساختارهای فرهنگی روبرو هستند. من شیده رضایی هستم، پزشک فارغ‌التحصیل ایران. تقریباً 6 سال پیش اومدم آمریکا. تو ایران بعد از دوره پزشکیم که تموم شد مدیریت بیمارستانی خونده بودم و زمانی که اومدم آمریکا هم در دانشگاه جورج واشنگتن رشته بهداشت عمومی، البته شاخه‌های مختلفی داره بهداشت عمومی، به طور مشخص من سلامت در رسانه رو در واقع به نوعی یاد میده که چجوری شما راه‌های سالم زیستن رو به مردم از طریق رسانه‌های عمومی آموزش بدید. یک سری امکانات، یعنی باید بگم که دریایی از امکانات تو جامعه امریکا، در واقع تو ساختار نهادهای مدنی امریکا وجود داره که متفاوتن با مثلا مراقبت‌های بهداشتی درمانی رسمی. نهادهای غیر انتفاعی هستن، نهادهای مددکاری هستن که اینا رو خیلی ها نمیشناسن، مریضن، به اینا نیاز دارن ولی متاسفانه نمیشناسن. پس باید یه پلی بین اینها همه وجود داشته باشه. این فقط پزشکان نیستند که در این مرکز فعالند. فرزاد قاسمی یکی از اعضای هیئت مدیره در جلب سرمایه و جذب منابع مالی برای مرکز تندرستی و حقوق بشر فعالیت می‌کند. من یکی از ممبرهایی هستم، از عضوهایی هستم که پزشک نیستم در حقیقت و بیشتر کارم
هماهنگ کردن برنامه هاست و از نظر ریس کردن فاند و کارهای فینانشلی و هم بورد ممبر هستم و هم تریجرر سنتر هستم. در واقع کار مالی رو شما انجام بله. همکاران مرکز میگویند که از جامعه آمریکا مسئولیت پذیری و مشارکت در حل مشکلات را یاد گرفتند. عطیه بختیار هستم. 4 سال از ایران اومدم، متولد ایران هستم. من خیلی ها رو خودم شخصا میشناسم که نمیان دکتر به این دلیل فقط. و خب هزینه درمانی اینجا خیلی بالا هست. و ما قبلا این کار رو دکتر میلانی اینجا انجام میداد، ولی به طور غیر رسمی یه سری از مریضا می اومدن و به صورت رایگان در واقع خدمات رو ارائه میدادن، ولی خب خیلی از مریضا هم نمی اومدن به خاطر اینکه فکر کردن این یه جور مثل در واقع ترحم کردنه و خب به خاطر آبروشون یا هر چیزی خیلی مایل نبودن که بیان از این خدمات استفاده کنن. حالا که به صورت مؤسسه هستش خیلی ها خب تمایل نشون میدن که بیان و استفاده کنن از این خدمات. و جوانهایی که وقت خود را صرف کارهای انسان دوستانه می کنند. من الهان عطایفر هستم، متولد سال 1370 و توی تهران به دنیا آمدم. اطرافم خیلی ها رو می بینم به این احتیاج دارن که بیان و دکتر رو ببینن و مطمئنن می دونم که استطاعت مالی هم ندارن. مرکز تندرستی و بهداشت با استناد به گفته مراجعین درمان آنها را متعهد می شود و نیازی به تحقیق یا تاییدیه برای نیاز مالی وجود ندارد. روی مسئله ما خیلی صحبت کردیم و بحث کردیم. به نظرم میرسه که هر درمانگاه مجانی یا هر کلینیک مجانی باید سعی کنه که به طور حد اکثر مردم رو بپذیره و سعی کنه که مانع سر راه هر بیمار نذاره. با هر فرمی که شما ارائه بکنید، با هر به اصطلاح مقیاسی که بخواید فرضاً یک گروه رو رد بکنید، در نهایت چیزی که انجام میشه اینه که یه عده‌ای که نیازمند هستن به علت اینکه واقعا توانای پر کردن فرم ها رو ندارن، توانای مراجعه رو ندارن، یا بعضی نمیخوان که مسائل مالیشون فاش بشه و عرض کنم که مشخص بشه دقیقاً چقدر توی بانک مثلا فرضاً پول دارن. و اینا برای کسایی که ممکنه فرضاً پول داشته باشن این مقداری، ولی خب پول رو نخوان که فرضاً خرج دوا درمان بکنن. خب ما اگه بخوایم برای همه مانع بذاریم، خب مردم نمیتونن چیز کنن، بیان. و ما میپذیریم که یه عده‌ای ممکنه بیان که نیازمند حالا واقعا نبوده باشن، ولی در عوض همه رو پوشش دادیم. دکتر هیبت الله باقی استاد دانشگاه جورج میسن در ایالت ویرجینیا و یکی از اعضای هیئت مدیره مرکز تندرستی و حقوق بشر. زیاد از پزشکان رو از نزدیک من میشناختم. این تفکر قبلا وجود داشت، ولی خب به هر حال بعد از بحث‌های بسیار زیاد از جایی به اصطلاح چیز شروع شد. علت علاقمندی به این من به این هست که اولا با برادران علایی با هم باش آشنا بودم و با فعالیت های تو این زمینه، فعالیت های رابطه بین تندرستی و حقوق بشر کاملا با هم آشنا هستم. به صورت دانشگاه ها، دانشگاه جانز هاپکینز الان مرکز دارد به این دست، مرکزی به نام تندرستی و حقوق بشر. از دکتر باقی راجع به نام این مرکز پرسیدم. دکتر باقی بر این عقیده است که حق برخورداری از سلامت جسمی، فکری، روانی و اجتماعی جزئی جدا نشدنی از حقوق بشر است. مرکز تندرستی و حقوق بشر با انستیتوی آموزشی و پژوهشی تندرستی و حقوق بشر در نیویورک در شهر آلبانی که توسط برادران علایی دکتر آرش علایی و دکتر کامیار علایی تأسیس شده به طور مداوم همکاری دارد.